مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران اروپا از پاریس ما را همراهی می‌کند. آقای گلپور، اونچه که ما از آمریکا می‌شنویم این هست که در واقع برجام مرده، دیگر فرصتی وجود نداره، تک و تمرکز آمریکا دیگر بر برجام نیست بلکه بر اعتراض‌ها و در واقع حقوق بشر در ایران هست. چنین رویکردی را ما از دولت بایدن می‌بینیم، چه پیامدهایی می‌تونه داشته باشه؟ با سلام و درودهای فراوان. ترجمه این زبان دیپلماتیک به مطبوعاتی، آقای بلینکن اینجا دارن تقصیر و اون به اصطلاح مسئولیت اصلی شکست این توافقنامه هسته‌ای رو به روی جمهوری اسلامی و دیپلماسی جمهوری اسلامی میارن. این فاز امکان میده به آمریکا و نیز متحدین آمریکا که مسئله شکست و مسئولیت این شکست رو تبدیل به نقد بکنن. یعنی امروز جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های آینده میبایست تسلیم شدن خودشو به لحاظ نظامی، اقتصادی، سیاسی فکر دوباره بکنیم. و در این رابطه سه عامل آمریکا همیشه تمرکز داده از سپتامبر تا الان: یک، مسئله پشتیبانی از مبارزات مردم ایران; دو، جدایی و دوری گزیدن از روسیه; و سه، برگشتن به مفادی رو که امروز دیگه برای جمهوری اسلامی خیلی آسون نیست. بنابراین این تسلیم رو نمیشه با تسلیم دوره رایش سوم و عمرای هیتلر زمانی که میبایست میومدن کپیتولاسیون رو امضا میکردن مقایسه کرد، چون در اون سطح نیست روابط بین این دول بزرگ و جمهوری اسلامی. ولی تسلیم جمهوری اسلامی، تسلیم سیاسی، نظامی، اقتصادی جمهوری اسلامی و فکر کردن به این تسلیم شروع شد. آقای گلپور، برگردیم به اونچه که شب گذشته اتفاق افتاد در پارلمان اروپا، اینکه کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن بررسی کنن اینکه سپاه پاسداران رو در فهرست سازمانهای تروریستی قرار بدن. اروپا کلا چه ملاحظاتی رو فکر می‌کنیم باید در نظر بگیره برای طی کردن این مسیر؟ این ملاحظات 7 سری ملاحظات هست. من فقط به 3 تاش بسنده می‌کنم چون وقت زیادی نیست. ملاحظه اول، ژئوپلیتیک بین‌المللی اروپا می‌بایست از خودمختاری و استراتژی خودمختاری خودش در جهان دفاع کنه. امروز یه جنگ سردی هم چین هم آمریکا به وجود آوردن و اروپا نمیخواد مثل روسیه در این جنگی که درگیر شده به نادرستی تحلیل اقتصادی و نیز ژئوپلیتیکی بره. خانم واندرلاین در داووس موقعی که اعلام میکنن، فکر میکنن سپاه پاسداران فکر خوبی که در لیست سازمانهای تروریستی بره، قبل از هر چیز به جایگاه اروپا در جهان فکر میکنن و این میتونه اروپا رو به پوزیشن لیدرشپی برسونه، جایی که آمریکا زیاد نمیتونه فعال باشه، روسیه خجالتی دیگه آقای عبداللهیان رو به مسکو قبول نمیکنه و چین نیست میخواد بیشتر دیپلماسی اقتصادیش رو جلو ببره. بنابراین اروپا در ملاحظات ژئوپلیتیک بین‌المللی احتیاج داره مقابل سپاه پاسداران وایسه. به لحاظ اقتصادی، برای دفاع از شرکت‌ها و نیز اون منابع انرژتیک و اقتصادی که خلیج فارس داره در سال‌های آینده، در وضعیت کنونی به هیچ وجه نه با ایران نه با اون مبتکرین اقتصادی ایران نمیتونه کار بکنه. بنابراین انزوای بیش از پیش و تصفیه منابع تروریستی در این منابع اقتصادی اولویت اروپاست. و سوم، از همه مهمتر، امروز اروپا به لحاظ جایگاهی که پشتیبانی ملل اروپا داره در جدایی از جمهوری اسلامی و جنایاتی که در ایران داره صورت میگیره، میلیون‌ها رأی هر مذاکره و هر پوزیشن اروپایی میلیون ها رأی پشتشه. یعنی بزرگترین سرمایه که تا به کنون اروپا شاید حتی در رابطه با اوکراین نداشته. بنابراین این ملاحظات باعث میشه که هرچه بیشتر در روزهای آینده، تا میدونین که آقای بوره متاسفانه نیومدن دیشب، ولی تا 23 ژانویه تاریخ به سرعت جلو میره. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای گلپور. مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا، که از پاریس با ما بودید.